آدینه 29 آبان ماه 1394 خورشیدی برابر است با 20 ماه نوامبر 2015 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید، صمیمانه ترین درودهای من و همکار خوبم آقای سپهر رو در قسمت فنی تلویزیون بپذیرید. عرض کنم حضورتون که امروز برنامه فشرده ای داریم. مهمان ارجمند برنامه امروز آقای دکتر عباس میلانی هستند و بعد از مقدمه کوتاه و اشاره به پاره از مسائل روز، گفتگوی خودم رو با ایشون در استنفورد خواهم داشت. توجهتون جلب میکنم به صحبت‌های خوب ایشون که همیشه میدونم که تا چه حد توجه دارید، چون بینندگان و شنوندگان گرامی این برنامه ده ممکنه فقط صوت این برنامه رو بخوان گوش بدن. به هر صورت عرض کنم حضورتون که امروز جمعه هست، یک حمله شده در مالی به یک هتل، هتل رادیسون بلو، یک هتل مجلل در اون منطقه، و 170 نفر رو گروگان گرفتن. گروه های امنیتی، چه گروه های فرانسوی که اونجا بودن در مالی و چه در عرض کنم حضورتون که خود گروه های امنیتی، سعی کردن که اینها رو، این گروگان ها رو نجات بدن. آخرین خبرها تا یک ساعت پیش حاکی از این بود که گروگان ها رو نجات دادن ولی تعدادی کشته شدن. معلوم نیست کشته ها کی هستن، معلوم نیست این گروه کی هست، چه کسانی هستن، و هر روز ما شاهد این خشونت ها، این آدم کشی های بی رویه و بدون دلیل، و البته دلیل که شاید خود این گروه هایی که دست به این کارها میزنند دلیلی رو دارن برای کارشون، و اون دلیل خب به هر حال دلیلی است که در دنیای امروز پسندیده نیست و اهدافی رو که اونها دارن هیچ کس نه تایید میکنه نه راجبش در واقع اظهار نظر مثبتی میکنه. یک خبرنگار و نویسنده عرب به اسم آقای الباری اگر اشتباه نکنم، ایشون یک گفتگوی داشتن با یکی از برنامه سازان امریکایی که جهت فکریش و کارهایی که میکنه و خبرهایی رو که ارائه میده متفاوت هست با دیگر رسانه ها. این خانم برای بسیاری از کسانی که دقتی دارند، عرض کنم حضورتون که در مورد مسائل مختلف به خصوص امریکا مطالعه میکنند، شناخته شده هستند. خانم ایمی گودمن. خانم ایمی گودمن با این خبرنگار صحبت میکردند و در صحبتی که مصاحبه‌ای که ما این آدم می‌کردن در مورد کتابی که نوشته، حکومت دیجیتالی یا همین حکومت اسلامی رو راجبش صحبت کرده و در واقع توضیح داده که اینها به معنای تمام، و در صحبتاش هم همین رو مطرح می‌کرد، یک حکومت هستند، یعنی تمام مشخصات یک حکومت رو دارن، و اطلاق نام های مختلف به اینها که مطرح هست در رسانه های غربی هیچ دردی رو دوا نمی کنه. داعش، حکومت اسلامی، آیسو، آی اس یا هر کدوم از این واژه ها رو بخوایم در نظر بگیریم و نام ها رو بخوایم براشون در نظر بگیریم، همون معنی رو میده. وقتی میگن داعش یعنی همون حکومت اسلامی عراق و شام و هیچ چیز دیگری هم نیست این موضوع. و این که، و حرفش این بود، خلاصه کلامش این بود که با انکار وجودی این گروه و خطری رو که برای دنیا به وجود آوردن راه چاره نیست، و ضمناً نظرش این است که
به طور کلی حمله نظامی نه تنها کمکی نمیکنه و چندین هزار سورتی یا حمله هوایی که شده به جایگاه ها و پایگاه های اینها نه تنها ضعیف نکرده اینها رو و قوی تر کرده. و بعد به اشاره به منابع مالی رو که اینها دارن، منابع مالی عظیمی که به چند میلیارد، بالای میلیارد میرسه و اینها رو از طریق مصادره تمام بانک هایی که در موصل و در اون مناطقی که اشغال کردن به دست آوردن، سیستم مالیاتی دارن، پلیس دارن، مدرسه های خودشون رو دارن و در این مورد من حتما با آقای دکتر میلانی صحبت خواهم کرد. ایشون در برنامه رادیوی من راجع به این موضوع نکات فوق‌العاده تکان دهنده و جالبی رو مطرح کردن که امروز در این مورد از ایشون سوال خواهم کرد. خبر دیگری که امروز شنیدیم در واقع انکار و مخالفت و به اصطلاح اظهار تأسفی بود که مقامات جمهوری اسلامی کردن نسبت به این قطعنامه‌ای که در اون نهاد حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد و از خشونت‌ها، از کشتار، از اعدام‌ها، از زندان‌ها، از بگیر و ببندها صحبت شده بود و این مقامات در واقع، یعنی جمهوری اسلامی، از این بابت بسیار مایوس شده و به هیچ وجه موافق اون نکاتی که در این گزارش آمده نیست، به خاطر اینکه در ایران فضای باز سیاسی هست، دموکراسی هست، همه چیزهای خوب هست، ولی البته باید دید اینا کجا هست که دیده نمیشه و حتی محققینی که برای این کار مأمور میشن به اون بر نمیخورن. در رابطه با فاجعه پاریس، یک جنازه دیگر رو، یک کشته دیگر رو از زیر آوار بیرون کشیدن. معلوم شد که 3 نفر بودن اینا، علاوه بر اون عباود که سردسته اینها بوده و در این جریان کشته شده و دولت فرانسه از حضور او در فرانسه بیخبر بوده. تصور میکردن که این فرد در سوریه هست و چطور او مجددن با جعل مدارک و پاسپورت و غیره تونسته مجددن برگرده و بره به پاریس، خودش یک معضلی است که به دنبال حلش هستن. به هر حال این نفر سومی رو که پیدا کردن که کشته شده در این جریان زیر آوار، همون زن 29 ساله است که در واقع در همون ماجرا بعد از حمله مقامات و پلیس پاریس به محل اینها، به اون آپارتمان که اون ساختمان به کلی از حیز انتفاع ساقط شده دیگه، باید ساکنینش برن به جای دیگری و اون ساختمان باید تخریب بشه، برای اینکه این هزاران گلوله شلیک شده اونجا و انفجارهایی که در داخل اون صورت گرفت. از جمله انفجارها یکم انفجاری بود که همین زن اونجا موجب شده بود، زن 29 ساله است که گفته میشه با اون عبدالحمید عباود نسبت داشته و این آدم آمده و اونجا وقتی که حمله کردن خودش رو منفجر کرده و حالا انفجار اون خودش چه پیامدهایی داشته، چیزایی است که به تدریج در خبرها ما شاهدش خواهیم بود. این نکات مهمی بود که امروز در خبرگزاری‌ها، در رسانه‌های بین‌المللی میشد دید، سرفصل خبرها بود. اجازه بدید یک موسیقی کوتاه گوش بدیم، من برمیگردم، نکات دیگری هست که باتون در میون میگذارم و بعد میرویم و گفتگوی خودمون رو با آقای دکتر عباس میلانی، به خصوص در مورد یک واقعه بسیار میمونی که به وجود آمده و شانسیست برای کسانی که، محققینی که دنبال مدارک و اسنادی هستند
از واقعیاتی که به خصوص در 10 سال آخر حکومت پادشاه فقید ایران در ایران پیش آمد و به دنبال اون انقلاب و اون مسئله اسناد ذی‌قیمتی است که در 94 جعبه طبقه بندی شده، خیلی نفیس و با تاریخ روز و اتفاقاتی که اون موقع افتاده، این رو آقای اردشیر زاهدی اهدا کردن به دانشگاه استنفورد که همه اینها رو ما مدیون آقای دکتر عباس میلانی هستیم. آقای دکتر عباس میلانی در مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد تونستن برای جامعه ایرانی واقعا یک موقعیت استثنایی به وجود بیارن و اون شناختی رو که این نهاد یعنی ایرانیان استادیز یا همین مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد به وجود آورده فوق العاده حائز اهمیت هست، ارزنده است. در این مورد هم با ایشون صحبت خواهم کرد، ببینیم که این مجموعه چی هست، چه چیزایی درش هست. و عرض کنم موضوع دیگری رو که قبل از این که برویم به استنفورد و بنشینیم پای سخنان آقای دکتر میلانی باید مطرح بکنم، مسئله لطمه بزرگی است که این حادثه پاریس به وجود آورده در مقابله با پناهندگانی که به حق باید بتونن یک مأمن و مأوایی رو پیدا بکنن، از مملکتشون آواره شدن به خصوص از سوریه و از دست همین توحش و ترور آمدن به امید اینکه بتونن زندگی رو در جای دیگری آغاز بکنند، الان یک مشکل بزرگی پیش راه اونها قرار گرفته. یعنی کشورهای اروپایی که استقبال کرده بودند از جا دادن و پذیرفتن این گروه، در سیاستاشون دارن تجدید نظر میکنند. در فرانسه آقای اولاند داره اجازه میگیره از دولت، اجازه میگیره از پارلمان که بتونه محدودیت‌های خیلی شدیدی رو که از چندین سال پیش، یعنی از زمان جنگ دوم جهانی تا به حال بی سابقه بوده در فرانسه، اون رو اعمال بکنه در فرانسه و به احتمال زیاد یا تصویب شده یا تصویب خواهد شد، که بتونن تا اونجایی که میتونن دقت بکنن برای پذیرفتن این گروه و راه دادن به اونها برای ورود به کشورهای اروپایی. خانم اولاند که خانم مرکل که پیش قدم شده بود در این زمینه و تعداد زیادی 800 هزار نفر رو گفته بود در مرحله اول راه خواهد داد به آلمان، الان دچار تردید شده و مخالفت هایی که گروه های مخالفی که در اروپا تعدادشون هم کم نیست با این گونه سیاست اروپا مخالفند و ضمناً خشونت هایی که نسبت به مسلمانان صورت گرفته. یعنی در همین امریکایی که ما زندگی میکنیم، یکی از کسانی که در واقع یک جمعی رو بسیج کرده بود از مسلمانان که بیان و تظاهراتی رو آرام و خیلی منظم انجام بدن به مخالفت از این گونه خشونت ها، او میگفتش که در مواردی، البته جست گریخته، به مغازه های مسلمانان حمله شده در بعضی جاها، یک جوان مسلمان رو گرفتن و کتک زدن به شدت، لینچ میگن اینها، لینچ البته یه کمی شدید هست ولی به هر حال شکنجش دادن، آزارش دادن، کتکش زدن، مغازه رو آتش زدن، حمله کردن به مساجد و همونطور که گفتم او خوشحال بود از اینکه این گونه موارد معدود هست، ولی میگفت وجود داره و امکان داره که این بیشتر و بیشتر بشه در روزهای آینده. در امریکا جمهوری خواهان لایحه‌ای رو بردن به مجلس که به موجب اون تا 3 ماه هر گونه ورود هر
فردی از اون منطقه به خصوص، و فرق نمیکنه سوریه یا کسان دیگه ای که شاید استحقاق این رو دارن که بهشون اجازه ورود داده بشه به امریکا، این متوقف بشه. دیروز در این مورد بحث بوده، معلوم نیست که نتیجه به کجا برسه، چون اگر این موافقت، اگر این لایحه به تصویب برسه، آقای اوباما به طور خیلی جدی مطرح کرده که با اون مخالفت خواهد کرد، اون رو وتو خواهد کرد. ولی اگر تعداد آرایی که برای این کار ریخته میشه یا ارائه میشه از یه حدی 2/3 فکر کنم بیشتر باشه، 2/3 آرا قبول بکنه این کار رو، وتوی آقای اوباما کارساز نخواهد بود. بنابراین الان بزرگترین لطمه‌ای که به عده‌ای وارد شده به همین افرادی هست که تمام زندگی و آنچه که دار و ندارشون بوده رها کردن، خودشون رو با آب و آتش زدن، از راه دریا، از راه خشکی، توی سرما، توی گرما، که الان دیگه گرمایی وجود نداره، برف و یخبندان هست، و مصیبت، گرسنگی، نبودن امکانات بهداشتی و اون چه که واقعا برای یک زندگی معمولی برای یک فرد باید فراهم باشه محروم بودن. این آوارگان چند میلیونی که در کشورهای مختلف زیر چادر دارن زندگی میکنن، در اردوگاه ها، تجسم اون برای من و شمایی که اینجا نشستیم و از رفاه زیادی و به طور کلی میتونم بگم رفاه نسبی برخوردار هستیم قابل تصور نیست. موضوعی است که واقعا فوق العاده دردآور و رنج‌آور. مبارزات انتخاباتی کماکان ادامه داره و کسانی که داوطلب شدن برای شرکت در مبارزات انتخاباتی از حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات دارن فعالیتاشون ادامه میدن. جمعه شنبه قبل دموکرات‌ها، یعنی خانم کلینتون و برنی ساندرز، یک مناظره داشتن. این مناظره گفته شد که نصف اون جمعیتی رو که به طور معمول مشاهده می‌کنند در برنامه تلویزیونی نداشت، یعنی رقم 70 میلیون قبلی که این مناظره دموکرات‌ها رو دیده بودن رسیده بود به 30 میلیون، 35 میلیون. علت بدترین شب هفته برای انتخاب یک چنین رویدادی، برای اینکه شنبه شبها بیشتر مردم یا بیرون از خونه های خودشون هستند یا برنامه های تفریحی و غیر جدی رو نگاه میکنن، و همچنین نظر دیگرم این هست که واقعا هیچ گونه جاذبه ای نداره این گونه صحبت ها دیگه برای مردم. برنی ساندرز در یکی از صحبت‌های خودشون که اون نویسنده عرب هم بهش اشاره کرد و خیلی تحسین کرد صحبت ایشون رو، در واقع حمله کرد به سیاست‌هایی رو که امریکا طی سالیان داشته برای براندازی حکومت‌های مختلف در سراسر جهان، از آلنده گرفته تا صدام حسین گرفته تا سایر اقداماتی که در کشورهای دیگه انجام داده برای تغییر حکومت. و او میگوید که بزرگترین لطمه رو ما از طریق این گونه اقدامات غیر منطقیمون به مملکت خودمون و به دنیا زدیم، و این نظری هست که خیلی ها جانبداری میکنن ازش، میگویند نظر بسیار منطقیه، امریکا نباید بسیاری از کارهایی که کرده میکرد و برعکس باید کارهایی رو میکرد که نکرده. الان انتقادی که از آقای اوباما به خصوص میشه در مورد مسئله جنبش بزرگ مردم ایران که عکس العملی نشون نداد، عکس العمل در واقع خونسایی رو که نشون داد در مقابل تظاهرات صلح‌جویانه مردم سوریه که بعد از در آغاز میتونست با حمایتی که میشد از اون شاید به اینجا کشیده نمیشد و 250 هزار نفر، نزدیک 300 هزار نفر جون خودشون رو از دست نمیدادن،
چند میلیون آواره نمی شدن، اینها تمام حاکی از اون سیاست های اشتباهی است که به خصوص امریکا در طول مدت چند سال گذشته، دهه گذشته و دو دهه گذشته مرتکب شده و این موضوع است که این روزها خیلی مطرح میشه. به هر حال خانم کلینتون و برنی سندرز الان پیشتازان حزب دموکرات هستند و جمهوری خواهان هم تعداد داوطلبانی که پا پیش گذاشته بودند و 17 نفر بودند امروز به 10 نفر تقلیل پیدا کرده و به طور قطع تا مناظره های بعدی ما شاهد کمتر شدن تعداد این افراد خواهیم بود که در صحنه سیاسی جمهوری خواهان دارن خودی از خودشون نشون میدن و میخوان نشون بدن که یکی از دیگری بهتره. اجازه بدید بریم به استنفورد و من صحبتم رو با آقای دکتر میلانی آغاز بکنم. خب همونطور که در آغاز برنامه خدمتون مژده دادم، امروز بار دیگر این فرصت هست که در خدمت آقای دکتر عباس میلانی باشیم. آقای دکتر عباس میلانی نیازی به معرفی ندارن، معرف حضور همه شما هستن. من میخوام از فرصتی که دارم نهایت استفاده رو بکنم برای طرح سوالاتم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون و تشکر میکنم. سلام شما و به همه بینندگان عزیزتون. خیلی ممنونم. آقای دکتر میلانی، اولین سوالم رو قبل از اینکه بپردازیم به این مسائل روز که واقعا روزی نیست که آدم چشمش رو باز بکنه و با یک وحشیگری جدید روبرو نشه و امروزم خبرها هست و در موردش با شما صحبت خواهم کرد، میخوام راجع به این مجموعه اسنادی رو که آقای اردشیر زاهدی در اختیار شما گذاشتن و شما اون رو تقدیم کردید به دانشگاه استنفورد که یک گنجینه گفته میشه هست و چندین و چند شاید 90 جعبه هست، درست میگم این؟ نه خیلی قربان، 94 جعبه هست. 94 حدوداً درست گفتم قربان. بله حدوداً درست گفتید، ولی اولا این در واقع هدیه خود آقای زاهدی است به دانشگاه استنفورد و الان من چند سالی است که با ایشون در حال گفتگو بودیم در مورد این. ایشون چند سال پیش لطف کردند، متنی رو امضا کردند و پذیرفتند که این رو به عنوان هدیه بدن به دانشگاه استنفورد. هیچ نوع چشم داشته مالی که نداشتند هیچ، بلکه حتی از اینکه دانشگاه بهشون نامه‌ای بده و بتونن ازش استفاده مالیاتی بکنن امتناع کردند، گفتند من احتیاجی به این ندارم، در آمریکا کاری ندارم و به عنوان یک هدیه کامل این رو در اختیار دانشگاه گذاشتن. و ما سه هفته پیش همراه با رئیس آرشیو اینجا و یه تیمی که کارشون در واقع تیم متخصصی که کارشون بسته‌بندی و حفظ آثار تاریخی آرشیوی هست به منزل آقای زاهدی رفتیم و صبح تا عصر این تیم چند نفری، فکر کنم 6-7 نفر بودن، مشغول بسته‌بندی اسناد بودن. 90 در واقع جعبه سند هست و 4 جعبه تصویر هست، تصویرهای اغلب بسیار بسیار بکری که شاید هیچ کسی ندیده، از خود خانواده زاهدی، از تیمسار زاهدی، از اردشیر زاهدی، از خانواده، از جلسات مهم، سفرهای مهم خاندان سلطنتی، خاندان زاهدی. واقعا یه مجموعه همونطوری که فرمودید بقایت نفیسیه و اسنادی که در اونجا هست و در واقع مجموعه اسناد سفارت ایران در آمریکاست در 10 سال آخر، در هیچ جای دنیا شاید به استثنای در گنجینه های پلم شده وزارت امور خارجه چنین مجموعه کامل وجود نداره. یعنی از هر 10 شایی که سفارت خرج کرده صورت حسابش هست تا تمام گزارش هایی که اردشیر زاهدی برای شاه میفرستاده، جواب هایی که شاه به خط خودش در حاشیه اینها می نوشته، این واقعا یه مجموعه هم شگفت انگیز هم نفیسه و به نظر من
بعد از این که ما بتونیم اینها رو طبقه بندی کنیم و در اختیار محققین قرار بدیم، به گمان من دیگه نمیشه در مورد روابط ایران و آمریکا مطلبی نوشت و به این مجموعه بیبدیل مراجعه نکرد، برای اینکه روایت ایران، حداقل روایت شاه و زاهدی، از این مسائل رو اونجا با دقت عجیب خواهید دید و در این حال هم متوجه خواهند شد هر کسی که به این اسناد مراجعه بکنه که چقدر با دقت و با حوصله تمام این اسناد حفظ شده. 30 سال اینها رو آقای زاهدی در واقع حفظ کرده در زیر انبار منزل خودش و بعد به لحاظ حسن نظری که به من داشتن، به دانشگاه استنفورد داشتن، اینها رو تقدیم کردن. یکی از روزهای واقعا برای من، روزی که این اسناد رو ما از اونجا منتقل کردیم، در یکی از خوشترین روزها بود، برای اینکه فکر میکنم یه پدیده بسیار ماندگار مهم به دانشگاه استنفورد اضافه شد. آقای دکتر، من اشارم به این که جناب عالی این اقدام رو کردید، میدونم که شما در هر جایی که صحبتی بوده در نوشته هاتون، در کتاباتون، از کاری که یعنی پاسخگویی به سوالاتی رو که کردید از آقای زاهدی و بی پروا و بی ریا اون چرا که در اختیار داشتن بارها اشاره کردید که در اختیار شما گذاشتن، برخلاف بعضی موارد دیگه که خب واقعا این همکاری نبوده با شما به عنوان یک محقق، به عنوان یک مورخ، و همیشه این رو مطرح کردید و اظهار سپاس کردید از آقای زاهدی. این رو من همیشه شاهد بودم در صحبتاتون و در نوشتهاتون. و میدونید این یه پروسه تقریبا 20 ساله بود، یعنی من بار اولی که با آقای زاهدی مصاحبه کردم در همون هتل نزدیک منزلشون بود، من ایشون رو هرگز ندیده بودم و رفتم و همون جلسه اول برای من معلوم بود که معذرت میخوام که آدم بسیار جدی است، برای اینکه من خب به غیر از 1-2 نفر از کسانی که به دلایل شخصی خودشون یا دلایل سیاسی مصاحبه نکردن، من بیش و کم همه سران رژیم سابقی که زنده بودن و هستن این فرصت رو داشتم که مصاحبه کردم. این تنها کسی بود که من دیدم از پیش به من گفت سوالات رو بفرست و من سوالا رو که فرستادم، وقتی که به مصاحبه رفتم دیدم سوالا رو میزشه، یه سری اسناد هم اون بغلش آورده که هر کدومی که میخواد جواب بده با یک سند جواب بده. یه نفر دیگه هم، یکی از دوستانش هم اونجا بود که در واقع شاهد و ناظر این گفتگو باشه، چون منم داشتم ضبط میکردم. و بعد در طول این سالها همواره دیدم که با صراحت و با صداقت حرفاشو میزنه، جاهایی که با هم اختلاف نظر داریم کاملا میپذیری که به هر حال دو نفر ممکنه به اتفاقات واحدی نگاه بکنن و نظر متفاوتی داشته باشن. هرگز سعی نکرد، واقعا در یک مورد سعی نکرد رأی منو مثلا یا اون چی که در کتاب آمده بعدن عوض کنه یا گله بکنه، ولی در این حال متوجه که اینها بخشی از تاریخ ایران هستن و بایستی به جایی برن که حد اکثر از اونها بشه استفاده کرد. در آغاز این از طرف دانشگاهی که فارغ التحصیل اونجا بودن باشون تماس گرفته بودن، گفتن این اسناد رو به اونجا بدید. من بهشون گفتم که به هر حال واضحه که حق شماست، ولی این اسناد به اون دانشگاه در یوتا بره ممکنه واقعا امکان دسترسی خیلی وسیع از محققان بهش نباشه، شاید یه جای دیگری. گفتم مثل کجا؟ گفتم مثلا خب دانشگاه استنفورد واقعا این امکان رو داره که این شرایط رو فراهم بکنه. و همین خاطر چون به اون دانشگاه هم قولی داده بودن، یه کمک مالی به اون دانشگاه کردن و به اون دانشگاه گفتن که این اسناد رو من تصمیم گرفتم به استنفورد بدم و تمام اسناد رو، یعنی حتی خودشون پایین نیومدن که بگم مثلا اینو ببرید یا اونو نبرید، اون کلید اونجا رو دادن، گفتن برید هر چی هست و
یک اتاق 94 جعبه‌ای بزرگ هست دیگه. و امید ما این است که سال آینده بتونیم یک کنفرانس اینجا تشکیل بدیم. امیدواریم که خود آقای زاهدی هم بیان و یه مقداری اصلا در مورد این اسناد صحبت بکنیم، بعضیاشون رو بیاریم. من بعضیاشون رو در کتاب ازش استفاده کردم، ولی ابعاد همین به قول شما شگفتیش و نفیس بودنش از لحاظ تاریخی فقط زمانی روشن میشه که دوستان همه محققین بیان و فرصت بکنن، یا از طریق، امیدوارم بتونیم از طریق اینترنت هم دسترسیشو میسر بکنیم. ولی اون وقتی که میشه فهمید که به قول بیحقی پهنای کار چیست، این اسناد چقدر چیزای مهمی در بر دارن. خیلی ممنونم دکتر میلانی. اینها رو در سایت ایرانیان استادیز باید جستجو کرد بعدها، یا اینکه در سایت خود دانشگاه؟ ولی اونها رو ما در صدد این هستیم که 94 جعبه است و اسناد آرشیویه، یعنی اینها رو نمیشه به شوخی چیز کرد. بله. اینها رو اول باید طبقه بندی کرد، باید در پوشه های، با اینکه آقای زاهدی اینها رو خیلی منظم گذاشته، در از لحاظ زمانی تنظیم کرده، از لحاظ موضوعی تنظیم کرده، ولی ما بایستی بر اساس شیوه های آرشیو دانشگاهی اینها رو تنظیم بکنیم. بایستی در جعبه هایی بذاریم که حفظ دراز مدتشون میسر باشه. اینا کاری است که دانشگاهی مثل استنفورد به طور معمول انجام میده. بعد باید سعی کنیم که اینها رو به صورت دیجیتالایز در اختیار همه قرار بدیم، و کار دیجیتالایز کردنش از یه بابتی دشواره، برای اینکه اگر همه این اسناد یه اندازه بودن، یعنی کاغذش یه اندازه بود، ما اینا رو میتونستیم واقعا در ظرف سه روز، شاید همه رو دستگاه داره استنفورد که اینا رو میدی اونجا با اتوماتیک تبدیلش میکنه به سند دیجیتال، ولی اینها از کاغذهای کوچیک انقدری هست که مثلا خود آقای زاهدی یه یادداشت نوشته، صورت حساب رستوران هست مثلا، تا گزارش های شرف ارزی که یه صفحه خیلی غیر متعارفی داره و خط خود آقای زاهدی است و به حاشیه خود شاهد. اینا رو یکی یکی بایستی در واقع، چون اندازه هاشون متفاوته، به یه شیوه دیگری سعی کنیم دیجیتالایزش بکنیم. بعد باید یه نفری پیدا کنیم یا یه نفرهایی پیدا کنیم که اینها رو بخونن و در واقع برای هر کدوم یه شناسنامه بذارن. مثلا گزارش اردشیر زاهدی به شاه در مورد مثلا واترگیت 20 گزارش نوشته، یا اون گزارشی که من تو کتاب نگاهی به شاه آوردم، وقتی که مقام امنیتی با زاهدی دیدار میکنه و میگه ما از وضع ایران نگرانیم، مطمئن نیستیم که شاه خبر داره، حال شاه چطوره. این سن 1974، برای اینکه بشه در این هزاران هزار صفحه این رو به راحتی پیدا کرد، ما بایستی یه برای این یه شناسنامه بذاریم، میگه مثلا گزارش دیدار زاهدی با مقام امنیتی آمریکا، ملاقات زاهدی با کیسینجر با رئیس جمهور. خیلی، یعنی نوعی فهرست. دقیقا، یه فهرست موضوعی. بله بله. و بعد پس... امیدواریم که اگر دیجیتالایزش میکنیم یه جوری دیجیتالایز بشه که بشه جستجوی واژه‌ای کرد. بله. یعنی اگر مثلا بخوان ببینن که آیا در مورد آقای حجازی در این اسناد گزارشی هست، همون یه چیز ساده بکنن، همه گزارشاش در بیاد. اینا یه کمی طول میکشه، ولی ما داریم سعی میکنیم به لحاظ همین نفیس بودن و اهمیتش بهترین کار ممکن رو انجام بدیم که هرچه زودتر، هرچه تعداد وسیعتری از هر جای دنیا که بخوان بتونن به این مجموعه دسترسی پیدا کنن. یا به نظر من مجموعه واقعا در خارج کشور که بی‌بدیله، هیچ مجموعه در مورد سیاست خارجی ایران و آمریکا از منظر ایران خارج از ایران وجود نداره. ممنونم آقای دکتر. پس کار شما در آمده بیشتر از این مشغله‌ای که دارید و الان توجه خاصتون به این مسئله. آقای دکتر، امروز دوباره شاهد یک خشونت دیگه بودیم در مالی، در یک هتل خیلی خوب، هتل مجلل میشه گفت در مالی، که 170 نفر رو گروگان گرفتن،
یه عده‌ای که هنوز معلوم نیست کی هستن و چی هستن، ولی خب وابسته های القاعده هستن اینطور که گفته میشه، عده‌ای کشته شدن. من با شما صحبت قبلی رو که میکردم در برنامه رادیوم اشاره کردم به این صحبتی که هست روی عدم شناخت درست این گروهی که داعش اطلاق میشه، آیسیس اطلاق میشه، حکومت اسلامی اطلاق میشه، و اشاره کردم به اون خبرنگاری که الباری اگر که اشتباه نکنم مصاحبه‌ای که میکرد و میگفت که اینا ادعایی که میکنن که یه حکومت هستن و یه دولت هستن و حالا ما هر نامی روشون بگذاریم فرقی نمیکنه. میخواستم نظرتون رو در این مورد و نکاتی که در این مورد وجود داره در فرصت کوتاهی که داریم جویا بشه. ببینید، من فکر کنم اولا بحث اینکه آیا دولت هستن یا نیستن به گمان من بحث کاذبیه. حتما در یک مفهوم رایجی که ما داریم دولت هستن. مقدار سرزمینی که کنترل میکنن از انگلستان بزرگتره، مقدار جمعیتی که کنترل میکنن از اردن یا از دانمارک بیشتره، مقدار پولی که در کنترل دارن بیشتر از هر سازمان تروریستی در طول تاریخی است. اونجایی که ما میشناسیم به یه روایتی نزدیک 2 میلیارد دلار اینها پول در اختیار دارن. و اینکه تمام بحثمون با این باشه که حالا بهشون بگیم داعش و از این طریق مثلا انگولکشون بکنیم، یا بگیم تکفیری از این طریق انگولکشون بکنیم، یا نگیم دولت، اون ریشه تاریخی این قضیه و میزان جدی بودن این خطر و اون الگویی که دارن ارائه میدن و نظراتی که دارن، اینها همه به طاق نسیان سپرده میشه. ما باید اینها رو به گمان من تنها راه مبارزه با این پدیده شناخت دقیقشه. ببینیم از کجا اومده، ببینیم آبشخوار نظریش چیه، کتاباشون رو بخونیم. من واقعا تمام چیزایی که تونستم در ازشون پیدا کنم خوندم و یه پدیده بسیار بسیار خوفانگیزیه. و این خشونت‌های بظاهر غیر ساماندار داشتنشون خیلی سامانداره، خیلی منظمه، یک نظم خوفانگیزی پشتش هست. اینا یک کتابی دارند که یکی از مهمترین نظریه پردازانشون نوشته، می‌دونید بعد از آقای قرضاوی این دومین نظریه پرداز مهمشونه. تمام نشریاتشون به این پدیده اشاره میکنن. کتاب هم به انگلیسی هست هم به عربی در وبسایت های مختلف قابل دسترسی است. به عنوان انگلیسیش هست Management of Barbarity، در واقع مدیریت توحش. عنوان عربیش خود مفهوم توحش رو درش داره و مرادش این است که غرب نسبت به ما خشونت کرده، ما باید توحش رو اونقدر بالا ببریم که غرب رو به زانو در بیاریم. و این توحش کاملا بایستید همین شکلی که شما الان دارید میگید، هر کسی بره هر جایی که میتونه بیگناهی رو بکشه، با خنجر بکشه، با تیر بکشه، توپ بکشه، سر ببره و هرچی بیشتر سر نوع خشونتتون رو سبوانه تر بکنید به منظور اینها به قول خودشون نزدیکتر میشید، برای اینکه مسئله ایجاد یک هرج و مرج. مسئله در این حال ببینید در اروپا اینا الان خیلی سیستماتیک دارن کار میکنن. الان به یه روایتی نزدیک 50 میلیون مسلمان در اروپا زندگی میکنن. این پدیده غیر قابل تصوری بود 500 سال پیش، 50 سال پیش. تا 50 سال پیش تعداد تا 100 سال پیش دقیق تر بگیم، تا 100 سال پیش تعداد مسیحیایی که در دارالاسلام به اصطلاح زندگی میکردن خیلی بیشتر از مسلمانایی بود که در دارالکف به قول خود اینا زندگی میکردن. الان 50 میلیون مسلمان داره در اروپا زندگی میکنه، 6 میلیون در آمریکا زندگی میکنه. اینا دوباره تو یکی از مجلاتشون مجله دارن به اسم دابق که خودش هم عنوانش اصلا پدیده جالبی است. دابق اسم یک دهی است در سوریه و اینها ادعا میکنن که اگر که یک حدیث نبوی هست از حضرت محمد
که اگر اینها ارتش روم رو به قول خودشون یعنی مسیحیان رو یعنی صلیبیون رو به زبان اینها بکشونن به یک نبردی در دابق، اون وقت پایان جهان نزدیک خواهد شد و اسلام بر همه جهان حاکم خواهد شد. پایان جهان به معنای پایان جهان متکثر ادیان و جهان یک پارچه اسلامی ایجاد خواهد شد. اینا همه رو به صورت نظریه اونجا صورت بندی کردن و شگفت انگیز هم هست که اون دهی که اینها بهش اشاره میکنن خیلی دور از اون جایی که در میان برخی از فرقه های مسیحی و یهودی آخر زمان از اونجا شروع خواهد شد فاصله نداره. اونها هم یه مسیحی های از نوع در واقع منجی پرست و مکاشفه جو، اپوکلیپتیک به قول انگلیس ها، دنبال اون مکاشفه پایان جهان هستن. اینها بر این اساس دارن خشونت میکنن و بر این اساس میگن برو هر کسی که دستت میاد هر جوری که دستت میاد بکش، برای اینکه یک وجهش همونی که عرض کردم هرج و مرج ایجاد کن، یه وجهش میگه این عرصه خاکستری که در میان مسلمان های اروپا هست از بین ببر، چون اونا فکر میکنن که میتونن در خارج از خلافت اسلامی زندگی کنن. باید بفهمن که یا باید بیان پلی ما در خلافت یا اونجا صلیبیون اذیتشون میکنن. پس شما اگر سه تا حمله دیگه شبیه به این حملاتی که در پاریس شد، حملاتی که قرار بود در آلمان بشه، حملاتی که قرار بود ظاهرا در بلژیک بشه انجام بدید، خب دست راستی های اروپا کاملا علیه مسلمان ها بسیج خواهند شد. الان همین الان بسیج هستن، الان کلی حرفای زشت در موردش میزنن. در خود آمریکا ببینید هنوز در آمریکا یه حمله نشده، ببینید آقای ترامپ چی میگه، میگه همه مسلمان ها دقیقا اون زبانی که در مورد یهودیات استفاده میکردن در دوران آلمان این داره در مورد مسلمان ها استفاده میکنه، همه باید برن ثبت نام بکنن، همه باید برن تحت نظر قرار بگیرن. اگر این فضای ادامه پیدا بکنه، ترامپ ها در آمریکا، دست راستی ها در اروپا دست بالا رو پیدا خواهند کرد، روزگار رو بر مسلمان ها تیره خواهند کرد و هرچه روزگار بر اونها تیره تر بشه امکان بسیج برای این نیروها بیشتر میشه. یعنی یه دور باطلی دارن ایجاد میکنن و دقیقا میدونن چی کار دارن میکنن. یعنی همه اینایی که من گفتم مبتنی بر شکم این حرفایی است که در این کتاب هاشون در این مجله شون قابل خوندنه. خیلی متشکرم آقای دکتر میلانی. الان در امریکا خب جمهوری خواهان لوایحی رو به مجلس بردن که به کنگره که تا سه ماه در واقع هر گونه اجازه دادن به این پناهندگان رو، به خصوص پناهندگان سوری رو که بیش از هر گروهی لطمه دیدن، اکثرا تحصیل کرده هستند، اکثرا رفتار اروپایی دارن و تمام زندگیشون رو توی یک کوله بار گذاشتن و آواره شدن از مملکتشون، اینها رو الان تا سه ماه میخوان یه موراتوریوم بگذارن، یک توقفی بگذارن که هیچکی نتونه بیاد. و با این وضعی که پیش آمده، با این تقلبی که شده، همین به اصطلاح سرکرده این حمله کنندگان به اون تئاتر در پاریس و اون میدان ورزشی و شش نقطه مختلف در آن واحد، اینا یک واقعا تحول بزرگی رو به وجود آورده که این کشورها الان موندن که چه باید بکنن. فکر می‌کنی بیگانه ستیزی یا اسلام ستیزی یا خارجی ستیزی احتیاجی به این که مبتنی بر واقعیت آماری باشه نداره، مبتنی بر یک واقعیت عاطفیه. اینها تصاویر رو در اروپا دیدن و دقیقاً بر اساس اون این لایحه رو بردن. شما اگر نگاه بکنید در یک سال اخیر 65 نفر در آمریکا به عنوان کسانی که همسو با داعش بودن بازداشت شدن. از این 65 نفر 58 نفرشون شهروندای خود آمریکا بودن. یعنی اصلا از لحاظ آماری این که بگیم حالا سوریه ها
داعش رو به آمریکا خواهند آورد اصلا محلی از اعراب نداره. و همونطور هم که شما گفتی یه اکثریت عظیم اینها بدترین ضربات رو از داعش دیدن. ولی همونطوری که دوباره اشاره کردی کافیست یک نفر که الان پیدا دو نفر پیدا شدن در اروپا پیدا بشه و آب به آسیا به دست راستی ها بریزه. معذرت میخوام ببخشید. خواهش میکنم. و اون وقت دست راستی ها بول میگیرن از این ماجرا. تردید نداشته باشید که فضای تنش در اروپا بیشتر خواهد شد و تردید هم نداشته باشید که افزایش این تنش اساسا به نفع داعشه. برای اینکه اونا تبلیغشون دائم اینه که این صلیبیون با شما صلح نمیخوان بکنن، این صلیبیون با شما ریا میکنن، اینا با شما عناد دارن. دموکراسی برای شما محلی از اعراب نداره، تنها فرم آزادی رو شما میتونید در عبودیت کامل در اینجا بگیرید. اصلا اینکه آزادی، ببینید اینا واقعا با مفهوم آزادی مسئله دارن، میگن در مقابل این آزادی کاذب غرب ما تسلیم کامل اسلامی به شما میگیم، کافی شما بپذیرید که تسلیم بکنید خودتون رو به این و همه زندگیتون در این جهان و در اون جهان تامین خواهد شد. یعنی یه پیام به این شکل وسوسه انگیز هم دارن و چون هدف ایجاد هرج و مرجه، احتیاجی نیست تعداد زیادی رو بسیج بکنن. اینا با 8 نفر یا 9 نفر پاریس رو عملا قرق کردن. بله. و میزان ویرانی که میتونن بکنن ربطی به تعداد بسیج کننده نداره، ربطی به اون باور بسیج شدگان، به اون پیام خوفانگیزی است که پذیرفتن. آقای دکتر 30 ثانیه وقت دارم، تو این 30 ثانیه آیا این صحبتی که میشه که به اصطلاح پیاده نظام و حمله نظامی میتونه موضوع رو حل بکنه، موافقید یا نه؟ من فکر میکنم مسئله فقط با پیاده نظام قابل حل. من پیروز یه افسری رو در یکی از برنامه‌های تلویزیونی آمریکا، یکی از بالاترین متخصصین آمریکا در مبارزه با این نوع مسئله، میگفت که 200-300 هزار نفر هم بفرستن اونجا، مگه اینکه تعهد داشته باشن که چند سال بمونن، مسئله رو قابل به آسونی قابل حل نخواهد کرد. برای اینکه اینا در موصل هستن، اینا در شهرهای بزرگ هستن، اینا براشون مسئله نیست که غربیا بیان بمب بندازن اونجا مثلا 100 هزار تا موصلی رو بکشن، برای اینا اصلا مسئله نیست. اتفاقا تحصیل حاصل کمال مطلوبه، همه محله ها رو الان مینگذاری کردن، همه محله ها رو چیز کردن. یعنی پیدا کردن یه راه حل آنی برای یه پدیده ای که الان نزدیک 150-200 سال داره ریشه میگیره. این داعش نوک یک کوه یخی است که الان 200 سال تقریبا داره در جوامع اسلامی و تا حدی در جوامع غربی هم، در میان مسیحیان یه چنین روایتی، در میان یهودیان یه روایت منجی طلبانه، یه مکاشف طلبی، امام زمانی، آخر زمانی دقیقا وجود داره. ولی خب در شکل اسلامیش میزان خشونتی که کرده و میزان نفوذی که الان پیدا کرده با هیچ کس و هیچ چیز دیگری قابل قیاس نیست. تا یا راه حل درست دراز مدت پیدا نشه، این راه حل های کوتاه مدت، حالا روسیه هواپیما اضافه کنه 18 تا کروز بزنه، فرانسه روز بعد از حمله تعداد هواپیماهاش رو زیاد بکنه، اینها به گمان من راه چاره نیست. مسئله رو باید به طور جدیتر هم جوامع اسلامی و هم جوامع غربی، ابعاد متعدد این قضیه رو در نظر بگیرن و یه راه حل پیدا کنن، وگرنه یک هرج و مرج وحشتناکی در پیش خواهد. آقای دکتر میلانی بی‌نهایت تشکر میکنم. فرصت دیگری که در خدمتتون خواهم بود از شما خدافظی میکنم و با سپاس فراوان. از شما متشکرم. بینندگان گرامی، برنامه امروز گرگشت در اینجا به پایان میرسه. با تشکر از سپهر عزیز که با من همراه بود امروز، با تشکر از مهمان ارجمند برنامه و با تشکر بیشتر از همه شما بینندگانی که با من بودید،
روز و روزگار به شما خوش.